کتاب شخص سید جمال الدین افغانی میگه که افغان اسم مترادف پشتون است. کی میگه که با واژه افغان با پشتون مترادف است؟ این تعصب است. از امیجه که پیدا شده این تجزیه میکنه افغانستان. که من تاجیک خدا خلق کرده و توی هزاره و نوز بکن به هیچ وجه نمیتونیم ما تحمل بکنیم واژه افغانه که هویت ملی مردم افغانستان باشه. به او دلیل ما در این پیوند به این مسئله چنانچه که آقای طاقت سال گذاشتن در بحث تلویزیونی مطرح کرده بودن اعتراض داشتیم و اعتراض مدنی دارم و خوشبختانه نمایندگان پارلمان به این مسئله واقف شدند و تایید کردند که در شناسنامه مردم افغانستان همه شهروندان افغانستان افغان اطلاق نشد. همین دوستایی که خودشان میگن که مسائل قومی نسازین به شدت قومی میاندیشن، هر کدامش پسفند قبیله ای امی تیفی که امی تصور دارن و کدام آدرس مشخص هم داره. من میخوام بگم ببینید شما در افغانستان یک آدم تخلص میکنه بارکزی، یک آدم تخلص میکنه کرزی، یک آدم تخلص میکنه اچکزی، پوپرزی، امیر خمی تا پسندای قبیله خودشون نداشته باشن. ولی وقتی بحث در مسئله کلان ملی افغانستان بیایه باز اینا دو کاسه دفتر ازش میشن که شما کشور به مسئله قومی میکشین. من میخوام بگم که برادر تو وقتی حاضر نیستی از پشتون والید از اون پسندای قبیله ای و قومیت بگذری چگونه لازم میبینی که دیگه مردم افغانستان بیان تحت یک هویت قومی خلاص؟ من خدمتتون میگم ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، ملت افغانستان هر کس که در افغانستان زندگی میکنه، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه‌ای، نورستانی، ایما، قرب، قرغیز، قزلباش، گجر، براهوی و سایر اقوام میباشه و غیره. اینا مشخص شده یا هویت های قومی است؟ ببینن اول تعریف شی است که هر کسی که در افغانستان زندگی میکنه بو افغان است. ولی افغان مترادف است با پشتون. سید جمال الدین افغانی گفته. نه نه او سید جمال الدین اشتباه نمیکنه. شاید نفهمیده. شاید سید جمال الدین اشتباه نمیکنه. سید جمال الدین اشتباه کرده. آقای محمود طرزی با توجه به تفکری که از نونازیستی در آلمان و اروپا و در ترکیه اتاتورک زیست نکرد آمد در افغانستان دو تا مسئله را مطرح کرد. ملت افغان و زبان افغانی. افغان و تعریفی که از افغان داده آقای خوشحالخان خطک هم شعرش آقای طاقت خان دقیقاً به معنای قومی پشتون است در دو طرف مرز. در شاهنامه فردوسی شما ببینید، در تاریخ صحیفی ببینید، تاریخ هروی ببینید، شما تاریخ هرات، تمام مثلا بسیار روشن و واضح هست و این جای جنجال نداره. کسی که متون خوندن ای کاش کسایی بیان اینجا مثلا که نتیجه تحقیقات اکادمیکشون بیرون بودن مسئله را بحث بکنن. رقمی حکم کردن درسته. بحثی اینجا بود که از آغاز اینمی چالش به وجود آمده در کشورهای پس از استعمار، کشورهایی که به نام قوم گذاشته شدن. من مثال براتون آوردم افغانستان کشور افغانها، در حالی که در اینجا کسایی که زندگی میکنن همشون افغان نیستن. ازبکستان کشور ازبک ها، 3.5 میلیون تاجیک به زور ازبک ساخته روان هستن در سمرقند و بخارا. تاجیکستان کشور تاجیک ها، در اونجا تاجیک همش تاجیک نیست. این بحث در تمام کشورهای پس از جنجال وجود داره. افغان تعریف شده نام تاریخی قوم پشتون. به او دلیل دیگه حضورم نمیشه. وقتی که بگه که ما افغان نیستم و با کلمه افغان میشرمم، به نام افغان میشرمم، ای باز امو چیزی که ما در یک تلویزیون دیگه برشان گفته بودم امو تر برشان میگم. بگوین امو گفت امو را برش گفتیم در یک تلویزیون که او از این کشور نیست، ای وطن پدرم است، مادرم است و کسی که با پدر و مادر متعلق نباشه او نام خوبی نداره. چی نام داره؟ چیزی که قبلا گفته بودم و شش روز سرش بندی شدم. امور یک بازگو که آقای طاقت حرامیست. ببینین من متاسف هستم که آقای طاقت با وجودی که یک بار معذرت خواست از آنچه گفته بود و این بار آمده اینجا پس مردم توهین میکنه. دولت افغانستان و مطابق قوانین چنین افراد کسی توهین میکنه، یک ملت توهین میکنه، 70% مردم افغانستان توهین میکنه. گپش جداست، من در برابر یک چنین برخورد غیر مدنی حرفی ندارم. اما نفس گفتن از این ای در واقع باید یک کسی مثل خود آقای طاقت یک نفر باشه که به ایشون بویه که پس شما هم اگر هویت ما را قبول ندارین حرامی خدا نخواسته باشین.